بیا venuی به شن فرنج ویتاب دیده سلام به کانال خودتون فرنج وییتتابویا خوش اومدید. توی این ویدیو هم قرار ده تا کلبر کار بکنیم با ده جمله درکن بسیار بسیار مهم. این ویدیو ها رو بر اساس کتاب با کبیلا پایکسیب دارم. در واخه براتون انتاب نقاند که خیلی مهمتر هستن و توی مکالمات به شما میخوره. اگر ویدیو اول رو ده تا کلمه اول رو ندیدین حلاجی کنید خوب یاد بگیرید بعد انشالله این ویدیو رو اگر آماده هستید بریم ویدیو رو هم با هم ببینیم خب کلمه اول اولمون هست اماند اماند بچه ها اماند به معنای جریمه هستش جریمه که حالا شما نه فقط توی رانندگی خیلی جاها کلا جریمه میشه اماند و مؤنثه این اماند این امان بچا سعی کنید برای اینکه مهندس مذکر قاطی نکنید هر کلمه که یاد میگیرید با مهندس مذکرش بگید اون اماند اون امان اماند خالی نگید اون اماند یعنی جریمه حالا یه جمله بریم مون پرمی ا ایت سوسپندو ای جو دو پیه اون اماند مون پرمی پرمی به چه معناست گواهی نامه رانندگی گواهی نامه رانندگی البته یعنی مجوز در اصل در اصل یعنی پرمی یعنی مجوز مثلا شما جواز کسب رو چی میگیم فکر کنید که یک مغازه میخواید بزنید یا آرایشگاهی میخواد بزنید احتیاج به جواز کسب دارید میگن پرمی دو کامرس پرمی دو کامرس کامرس که تجارت پرمی دو کامرس جواز کسب اما پرمی اینجا منظورم گواهی نامه هست گواهی نامه ای رانندگی مون پرمی ایت سسپندو سسپاندو یعنی تعلیق شده است ولی میاد سسپند در یعنی آویزون کردن مثلا فکر کنید که شما یک تابلوی رو Uh, یا یک لسته رو, رو روی مثلا سقف معلق میکنید آویزون میکنید بهش میگن اما معنی تعلیق شدن هم هست وقتی شما یک جریمه میشید تعلیقش میکنه برای این مدت پس مون پرمی ایت سوسپاندو سوسپاندو یعنی گواهی تعلیق شد ای جو پیه پی اون اماند و من باید این جریمه گم پرداخت کنم خب پیه این اماند پی که حتما میدونید پرداخت کردن پس جریمه پرداخت کردن چی میشه payer une amende. Mon permis a été suspendu et je dois payer une amende. حتماً دار تکرار میکنید دیگه جملات رو فرانسه اش رو. حتماً میدونید که بدون تکرار کردن چیزی یاد نخواهید گرفت. چندین بار، ده بار، 20 بار جمله‌ها رو کلمات رو باید تکرار کنید تا یاد بگیرید. بریم سراغ کلمه بعدی. Amitié. Amitié یعنی چی؟ در اصل یعنی دوستی. خ شما صفت امی رو توش میبینید. Amitié. Amitié یعنی دوست و مؤنث هست.

حالا اینجا فعلش دو زمیر است سولیه و یک دو هم حتما اینجا شما باید بگذارید قبل از امیتیه یه ای اوک هم اینجا بگیرید پس سولیه دمیتی دم اوک که حالا من صرف میکنم با جو میشه جمو سولیه دمیتیه دم حتما میده که فعلای دو رو با ات صرف میشه بعد دیدم خیلی هنوز با افعال دو زمیر مشکل دارن یک ویدیوی من درست کردم توصیه میکنم که حتما ویدیو رو ببینید که چجوری ما افعال دو زمیر رو میسازیم در گذشته چجوری باید صرف کنیم و اینکه اصلا چه کاربردها و معانی داره یک ویدیو مفصل درست کردم براتون حتما که لینکش رو این بالا گذاشتم برید ببینید شما سی لی اوک حالا به جای ان اتودیان هر چیزی میتونید بذارید اوک اون اتودیانت اتانجر میتونست مهندس هم فرقی نمی کنه شما سی لی دمیتی اوک ان اتودیان با یک دانشوی خارجی دوست شدم بریم کلمه بعدی هم کاپشن بادگیره بهش چی تو فرانسه به کاپشن بادگیر میگیم آنوراک An مذکرم هست یه مثال من آنوراک ای آمپرمیابل من آنوراک ای یعنی چی؟ یعنی بادگیر من ضد آبه آمپرمیابل آمپرمیابل یعنی ضد آب پس من آنوراک ای آمپرمیابل بادگیر من ضد آبه حالا شما این امپرمیابل رو در ساعت موچی هم میتونید بسکنید من منتر ای امپرمیابل من montre montre la montre یعنی ساعت موچی خوی امپرمیان به هر چیزی میتونید بکنید هر چیزی که نفوز نپذیره امپرمیابل یا ضد آبه واترپروفه به قول انگلیسی ها من انورک ای امپرمیابل کل بعدی؟ خب باید دنی این همبرگر اشتهای همه همون واز میشه کل می بدیمون اپتیسان هست اشتها آور حتما کلمه اپتی رو شنید تا اینجا یعنی اشتها اپتیسان دیگه صفتش میشه این سان که آخرش بذاریم اپتیسان اپتیسان یعنی اشتها آور یه مثال بریم سوگتو سامل سوگتو سامل اپتیسان یعنی این کیک اشتها آور به نظر میرسد این کیک اشتها آور به نظر میرسد که اشتها یا خوشمزه است اپتیسان بعد از فعل سامل به نظر رسیدن شما باید صفت بگذارید مثلا میگن که توی سامبل فتیگه به دوستت میگه که تو خسته به نظر میرسی توی سامبل فتیگه خب از اپتیسان اشتاور سویتو سامبل اپتیسان حتی این سامبل هم میتونیم حس کنیم بگیم سویتو ای اپتیسان با فعل ایت هم میتونیم میگه فرق نمی گفتن که شما فعل سامبل هم یاد بگیرید من به نظر رسیدن که بعدش حتما صفت میذاریم کمی بعدی خب یعنی دست زدن چی میشه؟ اپلودیر کف زدن دست زدن تشویق کردن اپلو دیر مثل فینیخ صرف میشه اپلو دیر, اپلو دیر. یعنی کف زدن تشویق کردن لو پوبلیک ا اپلو دی ل کمدیان پندان اون مینوت لو پوبلیک ا اپلو دی ل کمدیان پندان اون مینوت حضار برای یک دقیقه کمدیان ها را تشویق کردن یعنی براشون دست زدن لو پوبلیک پوبلیک وقتی که شما یک کنفرانس یا چه میدونم تئاتر هر جا میرید چون با عنوان تماشاچی هزار هستید اون هزار رو بهش میگن لو پیبلیک لو پیبلیک. که حالا کلمهش مفرد و فعلش هم مفرده حالا تو فارسی جمعه فرانسه مفرده ا اپلودی تشویق کرد چه کسی را کمدین ها رو یعنی بازیگر ها رو واسه کمدین یعنی بازیگر بیشتر بازیگر تئاتر رو بهش میگیم ما کمدین خب تو به سینما رو میگیم اکتاق معمولا اما تو تات میگه کمدین نه اینکه فقط با نمایش های به کمدی رو اجرا میکنه نه کلا هر نمایش رو میگیم کمدین به خصوص کمدی لو پوبلیک ا اپلودی له کمدین پاندون یک مینوت به مدت یک دقیقه هزار تشویق کردند کمدین ها رو هنرمند ها رو اپلودی اپلودی تشویق کردند جمله بعدیمون کلمه بعدیمون اپرانتی هست کلمه بسیار مهمی بچه ها شاگرد شاگرد حالا نه فقط تو اصطلاحات فنی هر اصطلاحات زبان مثلا من میگم که plusieurs اپرانتی دو فرانسه من کلی شاگرد فرانسوی دارم که بهشون فرانسه یاد میدم کلا <coughs> میشه اپرانتی ایل ایت مون میور اپرانتی ان کلاس چی؟ یعنی یعنی آقای بهترین شاگرد من در کلاس بود ایلیت ایت مون میور اپرانتی ان کلاس میور یعنی بهترین مون میور اپرانتیان کلاس کلمه بعدی مون اپخواند هست اپخواند بچه یعنی پس از فروش چیلی میگه خدمات پس از فروش شما یک ماشینی میخرید بعد خدمات پس از فروش داره یه جمله j'ai une bonne expérience de vente et après vente یعنی چی؟ یعنی من تجربه خوبی در زمین فروش و خدمات پس از فروش دارم j'ai une bonne expérience de فکر کنید که جا یه جایی میخواید بشید میگه که من در این زمینه تجربه خوبی دارم میگم جی بون اکسپریانس دو کوا دو وانت ای اپخی مورد فروش و خدمات پس از فروش جی بون اکسپریانس دو وانت ای وانت اس اوه یعنی سرویس اپخی وانت اگه یه جایی دیدید سرویس اپر وانت کمی بعد ایمون این هم بسیار مهمیه پیش پرداخت به معمولا جمع دزغ یه مثال اس که جدوه پیه پی دزار فکر کنید که شما یک چیزی رو می‌خواید بخرید سفارش بدید به خصوص یا جای برید ثبت نام کنید میگید آیا باید پیش پرداخت بدم باید بیانه بدم اس پیه جدوا زغ؟ دزار دزار میشه جمعه پس آیا باید بیانه پرداخت بکنم دزار اس که جدوه پیه پی دزار کنه بعدیمون اختیزان هست به چه مناس؟ صنعتگر کارگر فنی کسایی که کارهای دستی میکنه کارهای یدی میکنه مثل میکانیک ها نجار ها یا بنا ها کسایی که کارهای فنی انجام میدن صنعتگر ان اختیزان در و کارگر فنی هم بهش میگیم کسایی که در برابر امپلوایه کارمنده و کار دفتری میکنه اختیزان یعنی کارگر فنی این دیفیسی دو de trouver un bon سی یعنی این روزها به سختی میتوان یک صنعتگر یا کارگر فنی خوب پیدا کرد ایل دیفیسیل دو پس از این ساختار زیاد استفاده کنید یعنی سخت از فلان کار را انجام دادن حالا به جای دیفیسی شما هر صفتی میتونید بذارید میگیم ایل فسیل دو پغله فرانس فرانس هستون مثلا به جای دیفیسیل هر صفتی که دوست دارید بذارید حالا ما دیفیسیل ایل دیفیسیل دو ان بون سی یعنی این روزها این روزها این روزها سجورسی ایل دیفیسی دو تروی ا مون ارتیزان سجورسی تکرار میکنید خب کم بعدی اون چی هست تراویور اندپندان تراویور اندپندان ها که میدونیم یعنی کارگر کسی که کار میکنه و هم یعنی مستقل یعنی چی کارگر آزاد یا خود اشتغال خود اشتغال کسی که برای خودش کار میکنه جای استخدام نیست فریلنسر به انگلیسی ها بوکو دو جان سون بسیار از افراد کارگر آزاد یا خود اشتغال هستن بسیار از افراد باز تاکید میکنم بکو دو شما بعد از بکو فقط دو میارید هیچ چیز دیگه نمیارید دی دولا دو نمیارید عزیز من بوکو دو نگید بکو ده من این همه شنیدم حتی در سطح باید هنوز میگن بکو ده بوکو ده به این خاطر اینکه اون در واقع اول خوب یاد نگرفتن در حال همیشه بکودو بکود جان خیلی از آدم ها خیلی از افراد سون تخویه و اندپاندان کارگرای آزاد هست یعنی فریلنس فریلنسر هستن برای خودشون کار میکنن و خود اشتحال هستن امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه چندین ماه ویدیو رو ببینید و هی تکرار بکنید تکرار بکنید چون بدون تکرار چیزی یاد نخواهید گرفت